سلام، به شبکه مهر تیوی خوش اومدین. همه تا حالا درباره داستان آیات شیطانی صحبت کردن، اما داستانی وجود داره که از داستان قرانیخ هم جنجالی تره و خطرناک تره. جالب اینجاست که این داستان هم در همون کتاب آیات شیطانیه و خیلی هم برای اسلام خطرناک تره، اما تا حالا کسی بهش نپرداخته. حالا امروز من میخوام خلاصه این داستان جنجالی و خطرناک رو تو این ویدیو براتون تعریف کنم. اما دقت کنی که قسمت‌های جنجالی و اصلی داستان تو قسمت دوم این ویدیو میفته و نیمه اول ویدیو بیشتر به مقدمه ها و فضاسازی و شخصیت ها میپردازه. پس تا آخر ویدیو منتظر باشین. ولی قبل از این یه نکته رو میخوام بگم که خیلی مهمه، پس گوش کنید. جمهوری اسلامی به دنبال کشتن و ترور سلمان رشدی بوده در گذشته و این باعث شده که توی دنیا ایرانی ها رو به عنوان تروریست بشناسن و تو کشورهای خارجی وقتی ما میگیم ایرانی هستیم با ما خیلی برخورد بدی میکنن و از ایران خیلی میترسن. تو بحثاشون هم سعی میکنن به ما اشاره کنن، همیشه به ما میگن که آها ایران نه، ما اصلا جرئت نمیکنیم بریم ایران. یعنی ایران رو خیلی بد میدونن، چهره ایران تو دنیا خیلی بد شده. حالا برای اینکه این چهره رو تو دنیا عوض کنیم، من از شما مردم ایران میخوام که بیاین همتون، یعنی 100 میلیون بیاین این ویدیو رو لایک کنین و این شبکه رو سابسکرایب کنین، چون تو دنیا دو سه تا شبکه بیشتر از 100 میلیون وجود نداره. یعنی اگر یه شبکه از ایران به 100 میلیون سابسکرایبر برسه تو دنیا شناخته میشه و بالا میاد، برجسته میشه و همه دربارش صحبت میکنن و من میخوام که توی دنیا همه بفهمن که ایرانی ها به دنبال فهمیدن و شناخت سلمان رشدی هستن و اون کسی که دنبال ترور هست کس دیگه ایه. پس از شما میخوام که همتون، همه مردم ایران بیاین این شبکه رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین تا تو دنیا بگن که یه شبکه پیدا شده که 100 میلیون سابسکرایبر داره و از ایرانه و همه مردم دنیا بفهمن که مردم ایران به دنبال این هستن که سلمان رشدی رو بشناسن و نمیخوان ترورش کنن و این تغییر رو مردم ایران کردن و اینجوری مردم دنیا بفهمن که اون کسی که دنبال ترور هست شخص دیگه ایه و مردم ایران نیستن. امیدوارم شما مردم ایران پیام منو فهمیده باشین. من علی فرهنگ‌مهرم و تو این شبکه سعی میکنم ایرانی ها رو از خرافات در بیارم و هر چیزی که من ازش سر در بیارم شما هم ازش سر در میارین. بازگشت به جاهلیه. بعد از سالها برگشت به جاهلیه، نویسنده پیری بعل، شاعر شهر و ماهوند و شیخ ابو سیمبل رو توصیف میکنه و میگه که این نامها به یکدیگر برخوردند و از همدیگر دور شدند و حالا دوباره به یکدیگر میرسند، اما این افراد دیگر همان افراد سابق نیستند و عوض شدند. برای اینکه بیشتر داستان جاهلیه رو بفهمین برین خلاصه کامل آیات شیطانی سلمان رشدی رو تو شبکه من ببینیم. یعنی الان داریم داستان زمانی رو تعریف می‌کنیم که ماهوند پیامبر از 40 سالگی به 65 سالگی رسیده و از یثرب به مکه یا همون شهر پترا برگشته. این توصیفاتی که اینجا میشه خیلی شبیه به توصیفات ایران قبل و بعد از انقلاب 57. پس اینجا رو به خوبی دقت کنید. حالا دیگه شهر جاهلیه مثل قبل یه شهر کوچیک با جمعیت کم و مردم خوش و خرم نیست. جمعیت شهر بیشتر شده و مردم فقیرتر شدن. دیگه کاروان زائران بت‌پرست عبور نمی‌کنه. قدرت ماهوند همه جا رو گرفته. کوچه های شهر منزوی شدن. هیچ زیبارویی توی شهر نیست. شیخ ابو سیمبل هم پیر شده. زنان سیغهش هم پیر شدن. خودش هم دیگه قدرت جایگزین کردن اونا رو نداره. تنها کسی که جوان مونده هنده. مردم قدیمی شهر هم همشون پیر شدن و بیرمخ کنار خیابونها
نشستن و ورق بازی میکنن. نسلی رشد کرد که محافظه‌کاری و پرستش بیچون و چرا ارزش‌های مادی رو بیشتر کرد و اون رو به سان سدی در مقابل نگرانی‌ها، بیکاری و کمبودها می‌پرورد. در حالی که خودآگاهی از اون شهر پر رونق و پرشکوه رخت برمی‌بست، تا جایی که مراسم عزاداری هم دیگه رونق خودش رو از دست داده بود. هند هنوز جوان و پرغرور و با موهای سیاه راه می رفت. ابو سیمبل پیر شده و نفس نفس می زنه، اما هند هنوزم جوونه و شروع کرده به نوشتن توبیخات و دستورات و اونا رو به در و دیوار شهر وصل کرده و به همین دلیل هم مردم شهر اونو روح مجسم شهر جاهلیه میدونن. این همون هندیه که با نویسنده ها و شاعرای شهر رابطه جنسی برقرار کرده بود و قاتلین برادرش یعنی حمزه رو پیدا میکنه، میکشه و جگرش رو میخوره. به نظر من تمام این توصیفاتی که تو این قسمت در مورد شهر جاهلیه میکنه، امروزه در مورد شهرهای بزرگی که امروزه در جهان هست مثل تهران و استانبول و اینا دقیقا صدق میکنه. حالا این قسمت خوب گوش کنید. میگه زیبایی هند در برابر فرسودگی شهر جاهلیه دلیل قدرت هنده و به همین دلیل هم مردم شهر جاهلیه نمیتونن به تعداد روابط جنسی بالا و ثروت زیاد هند خورده بگیرن. در خیابانهای شهر جاهلیه به خاطر اندک پول مردم کشته میشن و به پیرزنها تجاوز میشه و پلیس خصوصی هند شورش گرسنه‌ها رو سرکوب میکنه و با این همه هرچی که هند در گوش مردم جاهلیه زمزمه میکنه اونا هم میپذیرن. جاهلیه ای شکوه جهان حکومتت مبارک. و بعد نویسنده حال و روز بعل شاعر رو توصیف میکنه که خونش بوی گند میده و به نوشتن اشعار نقض شاعرانه افتاده و ثروتی هم نداره، چون که بازار اشعار هجو و طنز و فحاشی از ترس ماهوند از رونق افتاده و بی‌اعتنایی به مراسم مردگان هم سفارش کتیبه‌های سنگ قبر و اشعار پیروزمندانه یا فاتحانه و قهرمانی رو کاهش داده و زندگی برای همه دشوار شده. همین که بعل وارد خونش میشه، یه مردی میپره داخل خونه و هولش میده به دیوار و اونم میخوره به دیوار، دماغش خونی میشه و بعل فریاد میزنه تو رو خدا منو نکش و صدای مرد میگه که هیچ سگی در سگدانی دنبال غذا نمیگردد. در ابتدا خیال کرد که مرد یکی از طرفداران سابقشه که دیگه بعل رو سزاوار و شایسته زنده موندن نمیدونه و گفت معمولا دیدار اهل قلم مایوس کننده است. ناشناس به بعل گفت ماهوند آماده بازگشت است و ترس عجیبی در تن بعل افتاد. اما بعل گفت خب این چه ربطی به من دارد؟ این موضوع خیلی قدیمیه، یک عمر گذشته، تو از طرف اونی؟ ناشناس میگه نه، ولی ما هر دو در یک موضوع مشترکیم، هر دو از ماهوند وحشت داریم. بعل میفهمه که ناشناس خارجی و لهجه عجیبی داره. ناشناس گفت انقلاب سقاها، بردها و مهاجران، این واژه ها از خود توست. و بعل میگه تو لهجه عجیبی داری، تو همون خارجی هستی؟ سلیمان پارسی. ایرانی لبخند کجی زد و گفت هه هه هه. نه سلمان، من خردمند نیستم اما خواهان صلح هم. اینجا رو خوب گوش کنین. بعل میگه که تو که از نزدیکانش بودی. و سلمان میگه که هر چقدر که به شعبده باز نزدیکتر باشی بیشتر به رمز راز هیلش پی میبری و دستشو زودتر میخونی. اگه دوست دارین که کشور ایران از خرافات خلاص بشه، این ویدیو رو لایک کنین تا همه ببینن و این چنل رو سابسکرایب کنین و یادتون باشه که اگر این ویدیو 100,000 ویو هم بخوره من راضی نیستم، چون من به خودم میگم که کجاست اون 99,900,000 تا ایرانی دیگه، اونها کجا هستن؟ و
باید همه این 100 میلیون بیان این ویدیو رو ببینن و به چند هزار لایک و سابسکرایب. من اصلا خوشحال نیستم، چون هدف من یوتیوب نیست، هدف من اینه که ایران رو تغییر بدم. من علی فهمی هستم، پژوهشگر دینیم. جبرئیل در خواب میبینه که مؤمنان در یثرب هیچ منبع درآمدی ندارن و از راهزنی کاروانهای ثروتمند معاش خودشون رو تأمین میکنن. مؤمنان در آن سالها هیچ قانونی نداشتند، اما ماهوند، یا بهتره بگم جبرئیل، دائما به قوانین فکر میکرد و جبرئیل دائما در بین درختهای نخل ظاهر میشد و قانون میآورد در مورد همه چیز. انقدر قانون آورد که مؤمنان از قانونها بیزار شده بودند. مثلا اگر مردی بگوزه باید صورتشو به سمت باد بگیره. جماع با زنان از پشت حلال است، اما هر پوزیشنی که زن بر مرد مسلط باشد حرام است. هیچ جنبه ای از زندگی مؤمنان نباید آزاد میموند. مصرف میگو رو وتو کرده بود، دستور داده بود که حیوانات رو به تدریج بکشن تا خون از بدنشون به تدریج خارج بشه، تا با تجربه مرگ تدریجی مفهوم کامل زندگی درک بشه. حتی برای ارث و میراث هم قانون تعیین کرده بود. سلمان پارسی متعجب مونده بود که این چه خدایی است که به این سوالا خیلی خوب دقت کنید، این چه خدایی است که رفتارش مثل کاسب‌ها و یا سوداگران میمونه. یادش افتاد که ماهوند در گذشته بازرگان و کاسب بوده، فردی که سازماندهی و قانونگذاری براش یه امر عادی و طبیعی بوده. و بعد از این نظر سلمان به این جلب شد که فرشته همیشه در مناسب ترین فرصت ها آیه نازل می کرده و پیداش می شده، و همچنین همواره در هر بحثی فرشته طرف ماهوند رو می گرفته و همیشه ماهوند نظر می داده و جبرئیل فقط مهر تاییدی به نظرات ماهوند می زده. اگر ماهوند بعد از نزول آیات نظر می داد وضع فرق می کرد، و به همین دلیل دیدم کم کم دارد گندش در می آید و این بوی گند همه جا را گرفته است، و سرانجام این بوی گند مغز سلمان را هم فرا گرفت. در میان نزدیکان محمد کسی باسوادتر از سلمان نبود. در آن زمان نظام آموزشی ایرانیان از همه پیشرفته تر بود. به همین دلیل ماهوند کار کتابت قوانین را به سلمان پارسی سپرده بود. همینطوری که بله و سلمان دارن پیک پیک شراب میزنن، سلمان مغرور میشه و لو میده که توی جنگ بین یثرب و جاهلیه سلمان به ماهوند یاد داده که خندق حفر کنن دور شهر و کف خندق نیزه های عمودی بذارن تا سربازا از اونجا که میپرن بیفتن و بمیرن، و این یه حقه ناجوان مردانه بوده، و خب از یه قربتی هم نمیشه انتظار جوان مردی داشت. اما بعد از جنگ خندق هیچ کسی از سلمان تجلیل نکرد، حتی جبرئیل، حتی یک آیه هم در مورد سلمان نیومد. اما بعد از جنگ عجی مجی جبرئیل پیداش میشه و میگه که مردان مؤمن میتونن با زنان بیوه ازدواج کنن، چون اگر زن با مردی غیر از دین تسلیم ازدواج کنه از دین تسلیم خارج میشه. و سلمان میگه عجب ملائکه واقع بینی. حتی بعدن قانون صادر کرد که اگر متأهل هم باشی میتوانی تا 4 زن بگیری، و خب معلومه دیگه مؤمنان هم با دومشون گردو میشکستن. حالا اینجاشو فهمیدین دیگه، یعنی منظورش اینه که زنان رو به مؤمنان میداده تا براش بجنگن. چیزی که سلمان رو در مورد پیامبر مطمئن کرد یکی مسئله زنان بود و یکی هم مسئله آیات شیطانی. سلمان میگه پیامبر بعد از مرگ زنش هر زنی رو که در یثرب پیدا کرد و به دردش میخورد استفاده کرد. زنان یثرب هم بعد از 1.5 سال ریشش رو سفید کردن. بله عزیز، مشکل پیامبر ما این است که دوست ندارد زنها در برابرش سرپیچی کنن. زنهای مادرانه یا دخترانه را میپسندد. به دو عشقش نگاه کن، خدیجه و عایشه. خدیجه مانند مادرش بود و عایشه
مانند دخترش، یکی خیلی پیر و یکی خیلی جوان. زنانی که مناسبش باشند را دوست ندارد، اما زنان یثرب با دیگران فرق دارند. شما در جاهلیه عادت دارید که به زنان امر و نهی کنید و دستور بدهید، اما در یثرب مردان بعد از ازدواج به قبیله همسرشان می روند و زن بعد از ازدواج چادر خودش را حفظ می کند. اگر هم از مرد خسته شود، چادرش را به جهت معکوس می گرداند و مرد که برود با پارچه روبرو می شود و می فهمد که دیگر کار تمام است و برو برگرد هم ندارد. زنان جاهلیه هم کم کم داشتند این قوانین را یاد می گرفتند که پیامبر بهشان مهلت نداد و تر و فرز کتاب قانون را حاضر کرد. فرشته قانون پشت قانون می آورد که زنان مؤمن بدانند حق چه کارهایی را ندارند. نمی دانی زنان یثرب چگونه مؤمنین را مسخره می کردند، اما در آخر همهشان تسلیم شدند. هرچه نباشد بهشت را بهشان وعده داده بود. بالاخره سلمان یه روز تصمیم گرفت که امتحانش کنه. یک شب سلمان در خواب خودشو به جای جبرئیل بالای سر پیامبر دید که میچرخه و ناگهان به ذهنش خطور کرد شاید شیطان در نقش جبرئیل باشد و این احتمال همه چیزو به هم ریخت. پنهانی تغییرات کوچکی میداد و از اون به بعد هرگاه که در پیش پای پیامبر نشسته بود و قوانین رو می نوشت، پنهانی اونا رو تغییر می داد. در ابتدا تغییرات خیلی کوچیک، مثلا خدای دانا و توانا رو به خدای دانا و خردمند تبدیل می کرد. ولی مسئله این بود که وقتی دوباره آیات رو برای پیامبر می خوند، پیامبر متوجه این تغییرات نمی شد. مگه میشه؟ مگه اینا آیات خدا نبودن؟ سلمان میگه از همونجا فهمیدم که قضیه چیه. اما بعدش تغییرات بزرگتری دادم. مثلا کلمه مسیحی رو به یهودی تبدیل کردم و دوباره آیه رو برای محمد خوندم. ولی بازم چیزی نفهمید. و من از ترس به خودم میپیچیدم. من تمام زندگیمو توی ایران رها کرده بودم و به میان این مردم اومده بودم که مرا به عنوان خارجی چاپلوس خطاب می‌کردن. هیچ تلخی در دنیا به احساس مردی نمی‌رسه که پی می‌بره به باد هوا معتقد بوده و زندگیش در فنا بوده. از این کار ترسیده بودم، اما شکست من به معنی نابودی اون هم بود. به همین کار ادامه دادم. آخرین بار یک کلمه رو تغییر دادم و دوباره آیه رو براش خوندم. در ابتدا ابروهاشو در هم گره کرد و ناراحت بود و بعد سری تکان داد و بیرون رفت. از ترس به خودم پیچیده بودم. شب تا صبح خوابم نبود. سرنوشت هر دوی ما در دست من بود. در اون شب هولناک مجبور بودم بین انتقام و زندگی سرد و بیروح یکی رو انتخاب کنم و روز بعد با یک اسب خودم رو از یثرب به جاهلیه رسوندم و حالا ماهوند داره به جاهلیه میاد و حتما من رو خواهد کشت. بل میگه چرا مطمئنی که ماهون تو رو خواهد کشت؟ و سلمان میگه به خاطر اینکه تنها کسی هستم که میتوانم دست او رو رو کنم. سلمان و بعل هر دو به خواب رفتند، اما بعل دردی در بدنش حس میکرد. حس میکرد به مرگ نزدیکتر شده و فرقی هم نمیکرد چون ماهون داشت میومد. ماهون این مست وراج چرا سراغ من اومده؟ خیانت او چرا ربطی به من داره؟ اون شعرهایی که من سرودم سالها پیش بود و اونم دلیلش تهدیدهای شیخ ابو سیمبل بود. منم دیگه زبان برنده ندارم. چاق و پیر و خرفت و کمبینا شدم. و بعد به سلمان زد و گفت بیدار شو، من نمیخوام به خاطر تو توی هچل بیفتم. اما سلمان بیدار نشد و بعل روی تشک افتاد. مگر من چه گفتم؟ اصلا یادم نمیاد. آیا تسلیم به معنای گریز است؟ ماهوند هر اندیشه جدیدی با دو پرسش روبروه. یک، هنگام ضعف چه کار میکنی؟ که معلومه ماهوند سازش کرد. برای این میتونین بریم ویدیوی آیات شیطانی رو ببینین که 30 دقیقه است. لینکش رو زیر ویدیو میذارم. اما در هنگام فتح و پیروزی با دشمنان چی کار میکنی؟ ما هم دیگه آدمای سابق نیستیم. تنها هند جوون مونده. هند بیشتر شبیه زنان یثربه. بی خود نیست آب شما دوتا توی جوب نمیره. هند نه مانند مادر بود برای تو نه دختر. بل همینطوری که به خواب میرفت به زندگی پوچ خود میاندیشید. دیگر اشعارش آن زیبایی رو نداشتند. پر از شکست و فقدان بودند.
او تمام زیبایی، جوانی و قدرتش را از دست داده بود و دیگر موجودات خیالی تصور میکرد و در مورد آنها شعر میگفت. دیگر هیچ کس مرا به یاد نمیآورد. و یه دفعه از خواب پرید و گفت شاید بتونم سر ماهوند کلا بذارم. جبرئیل آتش اردوگاهی رو توی خواب میبینه. در هنگام شب ناگهان شیخ ابو سیمبل در میان اردوگاه ماهوند ظاهر میشه و بلال و خالد اونو به چادر ماهوند میبرن و بعد جبرئیل در خواب میبینه که شیخ ابو سیمبل به جاهلیه برگشته. روز بعد چند نفر جلوی خونه شیخ ابو سیمبل جمع شدن. ناگهان هند به بالکن میاد و دو تا سیلی به شیخ جاهلیه میزنه و به مردم میگه شیخ ابو سیمبل رو تیکه تیکه کنین، شهر جاهلیه رو به ماهوند تسلیم کرده و خودش هم دین تسلیم رو قبول کرده. ابو سیمبل به مردم میگه ماهوند قول داده هر کسی که در قصر باشه در امان میمونه و هند به شیخ ابو سیمبل میگه ای پیر خرفت، تو برای نجات خودت شهر رو به ماهوند تسلیم کردی. و ابو سیمبل دوباره به مردم میگه ماهوند قول داده هر کسی که در خونه خودش بمونه در امانه. اما هند دوباره توی بالکن فریاد میزنه همه آماده جنگ بشید، من هم در کنار شما خواهم جنگید، آیا میخواید در برابر این پیامبر، این دجال سر فرود بیارید؟ الهه های ما در جنگ پیروز خواهند شد. و بعد دستور جنگ داد اما مردم پراکنده شدن. مردم گیج و خنگ میشن چون خودشونو قوی و بزرگ میپنداشتن، اما بعد فهمیدن که اینها فقط حرارت حرف های هند بوده و بعد پراکنده میشن و به خونه های خودشون میرن و به در خونه هاشون قفل میزنن. هند دوباره فریاد میزنه به خونه سیاه بیاین و برای اللات قربانی کنین، اما هیچ کسی اعتنایی نمی کنه. شیخ به هند میگه تو بیشتر باید از ماهوند بترسی چون جگر عموی ماهوند رو خام خام خوردی. و بعد به پایین شهر میره و دروازه های شهر رو باز میکنه. جبرئیل خواب معبدی رو میبینه. ماهوند به خالد دستور میده که به دروازه شهر جاهلیه بره و معبد عزا رو نابود کنه. خالد با چند تا سرباز به معبد عزا میان و در اونجا تنها یه دونه سرباز بوده. سرباز شمشیرش رو روی شونه عزا میذاره و میگه از خودت دفاع کن، اما بت هیچ تکونی نمیخوره و سرباز میگه حالا فهمیدم که خدای ماهوند خدای حقیقیه. و خالد بت رو میشکنه و معبد رو ویران میکنه و بر میگرده. اما ماهوند بهش میگه در اونجا چی دیدی؟ و خالد میگه هیچ. و ماهوند میگه پس او رو نیافتی، دوباره برگرد و او رو نابود کن. و خالد هم دوباره به معبد ویران شده برمیگرده و در اونجا زنی سیاه و بزرگ رو میبینه که زبانش سرخه و موهای شبگونش تا قوزک پاش میرسه و به سمت خالد میدوه و جلوی پای خالد میسته و میگه که آیا به لات و منات و عزا که سومین آنهاست اندیشیده اید؟ اینها پرندگان متعالی هستند و شفاعت آنها واجب است. اما خالد گفت عزا اینها آیات شیطانی هستند و تو دختر شیطانی. و با شمشیر او را به دو نیم کرد و برگشت و به ماهوند گفت و ماهوند گفت اکنون وارد جاهلیه می شوید. و همه بلند شدند و به نام خدای تعالی و نابود کننده بشر وارد جاهلیه شدند. در خانه سیاه 360 بت بود، همه آنها شکسته شد. آنچه باید انجام می شد انجام پذیرفت. من خلاصه داستان فاحش خانه حجاب رو از کتاب آیات شیطانی به صورت کامل و خلاصه درست کردم و ویدیوشو روی صفحه الان میذارم و اگه دوست داشتین برین اونو نگاه کنین و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.